منتظرت هستن. خسته از تو، من چیز زودتر میخوایم بخوابم. ما هم نمیخوایم تنها باشم تیمور. نکن لیلا. راستی که خودخواه هستی. یعنی چی؟ اگه وظیفه تو از دست بدی برای ادامه زندگیت یک عالم پیسه داری. من چطور خود کدم؟ جواب بده. چطور خود کدم؟ جواب بده. تو کمکم میکنی؟ تو تامینم میکنی؟ جواب بده. چرا جواب نمیدی؟ تو کمکم خود کدی؟ وقت آمدی. از دو تیر بود. محفل عرفان چطور گذشت؟ خوشش آمد؟ من وقت خواه کدم. تا وقت آمدن عرفان گفتم یک کمی کتاب میخوانم، اما خواهم برد. از آمدنش خبر نشدم. حتما محفل شب برش بسیار خوش تیر شده. دیروز وقت رفتن میدیدیش چقدر مقبول شده بود. همراه بهترین دختر مکتب قرار داشت. کازم افندی خود بود. از دکان چیزی نمیخوای؟ نه. بفرمایید. سلام. دکتر تیمور راتلگان در اینجا زندگی میکنه؟ بله. بفرمایید. من دکتر تیمور راتلگان هستم. جناب، متاسفانه بچه تان عرفان تصادم کرده. بچه من؟ کدام اشتباهی شده؟ تذکره یک از جیب شخص برآمده، مربوط عرفان آتلگان میشه. عرفان! 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 عرفان بچه! Oh,
میگن که همراه رفیقش وقتی که میخواستن از سرک تیر شون یک جیب سبز از عقب زده شونه. یا خانم ایلاکو دکتر صاحب شما خوب هستین؟ بیننده های عزیز، بعضن یک اشتباه کوچک باعث سرنگونی زندگی ما و یا زندگی یک شخص دیگر می شود. اما کوچک شمردن اشتباهات ما و یا جنایاتی که از اشتباهات ما سرچشمه می گیره، جنایت بزرگتر می باشد. زیرا بعضن در اثر رفتارهای بی‌تفاوتانه، ده‌ها انسان متضرر شده می توانند. و حال نباید فراموش کرد که بذر ثواب‌های بزرگ ثواب‌های کوچک و بذر جنایت بزرگ جنایت کوچک می باشد. بله بیننده های عزیز، باز هم رسیدیم به پایان یکی از قسمت‌های